منابع محلی از وقوع آتش سوزی در مسجد جامع مرکز اسلامی جاکارتا پایتخت اندونزی خبر دادند. گفته می شود بر اثر این آتش سوزی مهیب که علت آن تا به این لحظه مشخص نشده، گنبد مسجد فرو ریخت. آیین گلارایی ذریح حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ظهر روز گذشته چهارشنبه در آستانه ساروزه ورود پرخیر و برکت بانوی کرامت به شهر مقدس قم برگزار شد. این مراسم با حضور خادمان آستان مقدس و هزاران تن از عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهما السلام برگزار شد. انجمن گردشگری حلال اندونزی با سرمایه گذاری در گردشگری حلال ابتکارهای راهبردی را برای تسریع احیای صنعت گردشگری اندونزی آغاز کرده است. تعداد سفرهای مسلمانان جهان در سال 2019 با 160 میلیون مسافر به اوج خود رسید. پیش بینی می شود که این رقم پس از لغو محدودیت‌های کرونایی در سال 2023 به 140 میلیون نفر برسد و در سال 2024 به سطح قبل از همه‌گیری بازگردد. انتظار می رود تا سال 2026 گردش مالی گردشگری اسلامی با 230 میلیون سفر به مبلغ 225 میلیارد دلار برسد. سازمان بهداشت جهانی روز گذشته چهارشنبه اعلام کرد که اگر دولت‌ها برای تشویق فعالیت‌های بدنی بیشتر مردم اقدام فوری انجام ندهند، نزدیک به 500 میلیارد نفر به بیماری قلبی، چاقی یا دیابت مبتلا خواهند شد. به گفته سازمان بهداشت جهانی، هزینه بی‌تحرکی در جهان سالانه به 27 میلیارد دلار آمریکا خواهد رسید. این داده‌ها در 194 کشور جهان بررسی شده است. منابع محلی اعلام کردند بر اثر وقوع دو انفجار انتحاری و یک عملیات نظامی در اقلیم هیران در مرکز کشور سومالی دست کم 19 نفر که 7 تن آنها افراد مسلح بودند کشته شدند. این انفجارها در یک منطقه بازرسی و بر روی پلی که روی پل شبیلی واقع شده رخ داد. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت عملیات را بر عهده نگرفتند، اما دولت سومالی انگشت اتهام را به سمت سنی‌های تندروی الشباب برده است. تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا تصاویری با جزئیات بسیار بالا از منظره موسوم به ستون‌های آفرینش را ثبت کرد. در این تصویر ستارگان جدیدی از میان ابرهای متراکم گاز و غبار در حال شکل‌گیری هستند. اگرچه این ستون‌های سه‌بعدی به شکل صخره‌های سنگی با شکوهی به نظر می‌آیند، اما بسیار نفوذپذیرتر از سنگ هستند. این ستون‌ها از گازها و غبارهای خنک میان ستاره‌ای تشکیل شدند و در نوری با طول موج نزدیک به فروسرخ نیمه شفاف به نظر می‌آیند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن اعلام اینکه تروریست‌ها همچنان در تلاش برای عبور از مرزها هستند افزود به منظور پیشگیری از خطرات ایجاد یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان ضروری است. او پیشتر گفته بود در افغانستان ده‌ها هزار مجاهد و انتحاری آموزش می‌بینند. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین در ایران گفت تا 10 سال گذشته امید به خانه‌دار شدن برای مردم 25 ساله بود، ولی امروز این رقم برای طبقه متوسط کشور به 74 سال رسیده است. وی افزود مشکل مسکن در کشور ما فراتر از آن است که آن را محدود به کمبود عرضه بدانیم. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در دیدار با محمد صادق خان نماینده ویژه دولت پاکستان در امور افغانستان گفته که ایران از نشست کشورهای همسایه در ارتباط با فراهم آوردن زمینه بازگرداندن مهاجرین افغانستان میزبانی میکند. به گفته وزیر خارجه ایران هم‌اکنون 4.5 میلیون شهروند افغانستانی در ایران زندگی می‌کنند که از این تعداد 1.5 میلیون نفرشان در یک سال اخیر و بعد از حاکمیت اخیر طالبان به ایران مهاجرت کردند.
احمد توفیق وزیر اوقاف و امور اسلامی مراکش تعداد مساجد این کشور را بیش از 51,000 مسجد اعلام کرد. شبکه TRT عربی به نقل از احمد توفیق گفت مراکش علاوه بر بهسازی زیرساخت‌های مساجد فعلی و مرمت تعدادی از آنها سالانه به ساخت حدود 200 مسجد نیاز دارد. همچنین حدود 2216 مسجد وجود دارد که تعطیل شده و 723 مسجد هم در مرحله بازسازی برای بازگشایی هستند. وزیر داخلی کشور تاجیکستان میگوید طالبان بیش از 3000 پاسپورت برای اعضای سازمان‌های تروریستی صادر کرده است. رمضان رحیم‌زاده وزیر کشور تاجیکستان روز چهارشنبه در کنفرانسی که درباره همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد بیان کرد ارائه 3000 پاسپورت افغانستان به تروریست‌ها یک بار دیگر وجود خطر از سوی افغانستان را تایید می‌کند.